پوریا پوتک و وارزون مگه داریم؟ سلام بچه ها، چطورید؟ آقا چه خبر؟ چی کارا میکنید؟ خوبید؟ سلامتید؟ امروز اومدم یه اتچمنت نابی بهتون بدم. اول با گان هولگر، یه قسمتش رو توی سرچ گرفتم، یه قسمتش رو توی هارتون گرفتم براتون. بچه ها چه خبر ها؟ برام بگید حال دلتون چطوره؟ خوش میذره بهتون؟ خوبید؟ خوشید؟ امیدوارم همیشه شاد باشید و لبتون خندون، از ته دل میگم. بچه ها امروز میخوام بگم پوری و پوتک اصلا چرا قراره بیاد وارزون، اصلا ماجرا چیه؟ پوتک و دیگه همه تون بچه ها میشناسید، یکی از پلیرهای پلیر که نه یوتیوبرهای اونا که تو کار ریاکتن میدونن، فان و اینجور داستان هاست و من به شخصه با بعضی از ویدیوهاش حال میکنم، با بعضیش نه. بعد داشتم یکی از بچه ها برام یه لینک فرستاد، دیدم خب پوتک دیگه لباس وارزون پوشیده بود. پشمام رو گفتم واقعا چه ربطی داره پوریا پوتک و وارزون؟ بعد رفتم تحقیق کردم، دیدم یه آقا اصلا وارزون پلی میداد و با خیلی از یوتیوبرهای کله گنده، مثلا موقعی که آریا کوکسر اولین بار از وارزون پیسی گذاشت، پوریا پوتک دیدم، بعدش گذاشتم فرشا سایلنت و اینا یوتیوبرهای معروف گذاشته بودم. حالا چرا پوتک قراره بیاد وارزون؟ حالا وارزون موبایل باید میگم چی داستانش. بچه اتفاقی که قراره بیفته توی وارزون، پلیرایی که توی پی سی پلی میدن وارزونو، احتمال 90%شون وارزون موبایل رو هم پلی میدن. یکی از علایقی که خودم دارم توی یوتیوب اینه که بتونم ویدیوهای مهیج بذارم براتون و ویدیوهای جدید. کالا آف دیوتی موبایل که الان تقریبا یکی دو سه سالی هست دارین میذاریم، سر جای خودش میشه و وارزون موبایل هم همینطور میاد کنار اون قرار میگیره. وارزون موبایل پوریا پوتک قراره، حالا به طور به قول من رسمی نمیدونم، ولی یه چیزایی شنیدم که اگر وارزون موبایل بیاد، خود آریا کیوکسر هم براش ویدیو میذاره. یعنی تمام یوتیوبرای کله گنده، چه کالا آف موبایل باشه چه پابجی موبایل باشه، نظر خودشونو میخوان راجع به وارزون بگن. من اونجوری که تحقیق کردم بچه ها، وارزون موبایل میتونه آینده خیلی خفنی باشه برای تمام پلیرهای شوتینگ، اونایی که بازی شوتری پلی میدن. و مطمئن باشید اگر اول کار خفن بیاد، آینده هممون روشن میشه. بچه ها ببینید، اکسپلور کال آف دیوتی موبایل بسته شده توی اینستاگرام، نمیدونم چرا، چون انقدر بچه ها گذاشتن یه عادی شده. یوتیوب هم به اندازه کافی ویو نمیخوره متاسفانه کال آف دیوتی موبایل. پس داستان چی میشه؟ خود اکتیویژن میفهمه، میاد یه بازی رو میکنه و مثل پابجی نیو استیس نمیخواد بشه، استیس چیه، نمیخواد که اون اتفاق مثل پابجی نیو استیس براش بیفته. ما باید چیکار کنیم؟ وارزون موبایلو اگر وارزون پلیر باشید دیده باشید بچه، گرافیکش تقریبا توی مایه است و واقعا دارن زحمت میکشن روش. پلیرهای خیلی خفنی داریم که میان سمت وارزون، یوتیوبرهای خیلی کله گنده ای چنی یوتیوبرهای کله گنده ای داریم که میان، همه میان بچه. پس نگید وارزون یا وارزون موبایل خوب نیست. بچه وارزون موبایل اتفاقاتی قرار توش بیفته که تمام کسایی که میگفتن وارزون موبایل خوب نیست، ببینید چه اتفاقی میخواد بیفته. من به شخصه میخوام برای اولین بار توی کال آف دیوتی موبایل توی کامنتی خودمون آموزش 0 تا 100 وارزون رو بهتون بدم، وارزون موبایل و وارزون پی سی. چون من الان پی سی هم، حالا نمیخوام بگم پی سی دارم اینا، من خودم به شخص پی سی دارم و آموزش کامل رو بهتون میدم، چون تمام گانای وارزون موبایل توی وارزون پی سی هم بچه هستن. من گانا رو اتچمنتاشو براتون میذارم، نحوه اینکه چه فیلتر شکنی چه غن شکنی بزنیم بتونیم وارد بازیشون، چه دینسی خب بعضی ها نیاز داره برای جون شدن به گیم چون فیلتره، اما ممکنه که برش دارم فیلتر رو، بعد داستان عوض بشه ورق برگرده. اتچمنت فعلا اش کنید، اسکرین شات ها رو دونه دونه بگیر و حالا میخوام برات توضیح بدم. من امید دارم به وارزون موبایل و اتفاقاتی که قراره توش بیفته. کسایی که توی مولتی بودن وارزون موبایل بیشتر به شمال میده و کسایی که بتل بودن هم همینطور. خیلی ها گفتی چرا بتل بازه باید بیان؟ به احتمال 90% بچه ها هم FPP داره هم TP بود،
تی پی پی داره. شما با خیال راحت میتونید بازی کنید. اینجوری که من شنیدم میگن تی پی پی هم داره، اگر نداشته باشم بازم مشکل نیست. یعنی یک بازی بسیار قدرتمنده و من یه دونه گیم پلی ازش گذاشتم توی اینستاگرامم، حتما ببینید. شما گرافیکو ببینید، الکی نیست که امثال مثل پوتک و اینا بخوام بازی بکنم. ممکنه که کانتنتشون وارزون باشه موبایل نباشه، ولی وارزون موبایل یه بازی که مطمئن باشید سر و صدای به پا میکنه، جوری که تمام یوتیوبرهای خارجی، پلیرهای خارجی بازیای کال آف دیوتی موبایل پلی میدادن، پابجی میزدن، هر چی میان تست میکنن و اگر نتیجه خوب بگیرن بچه ها کلن کامیونیتی میره سمت وارزون موبایل. خواستم یه آگاهی بهتون بدم که اصلا برای چی من این ویدیو رو گذاشتم، چرا پوتک رو انتخاب کردم. چون توی یکی از ویدیوهاش لباسش دیدم و یه ذره داشت توضیح میداد راجع به ویدیوهای گیمینگی که داخل چنلش میذاشت و فهمیدم چه بازیای ترنده، چه بازیایی دوست دارن مردم. و اینجور که بوش اومد فهمیدم وارزون رو خیلی دوست دارن. کسایی که وارزون پیسی میزدن قطعا وارزون موبایل هم تست میکنن ببینن در چه حدی، اگر خوب بود اونم میذارن، چون توی ما یه میشه فعالیتشون و به قول معروف موضوع کانالشون یکی میشه. و مهمتر از همه این که تکلیف کال آف موبایل هم که کامل مشخصه، نمیخوام بهش بپردازم، اصلا کاری به هم ندارن. ممکنه یه سری برن یه سری بمونن، ممکنه هر دو تا رو پلی بدن، اصلا مهم نیست. اکانتتون هم هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، سر جای خودشه و به قول معروف نگران این موضوع نباشید دیگه. با خیال راحت هم کال آف موبایل بزنید هم وارزون موبایل، اصلا هم تعصب نداشته باشید بچه ها. حتما بچه ها برید ویدیوی قبلی رو ببینید که ببینید من چه چیزای مهمی گفتم. این ویدیو هم نه کلیک بیتی بود نه چیزی، حالا خیلی ها ممکنه بیان بگن کلیک بیت، من کلیک بیت دوست ندارم بچه ها، ولی اینو گرفتم بدونید پوتکم میاد واردون، پوتک لباسشو خودش پوشید، راجع به موضوع صحبت کرد و منظور من از این نبود که فقط پوتک، منظور من بود این بازی قرار جهانی بشه و تعصبو بذارید کنار که میگید اگر تو رفتی واردون موبایل من دیگه بازی نمیدونم، دیگه من بازی نمیکنم. میخوام بگم اینا رو بذارید کنار و دید بازتری به این قضیه نگاه کنید. آینده روشنی داریم هممون، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. حتما برید ویدیو قبلی رو ببینید و قبلترش رو، خیلی براتون مفیده. دوستتون دارم. I love you forever. اگزار می فعلا خدافظ.